در یکی از روزهای دهه 70 دختر جوونی همراه مادرش برای خرید به مغازه لوازم دکوری رفت. همون زمانی که محمد رضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان هم به صورت کاملا اتفاقی در اونجا حضور داشتن. اونا اون دختر جوون رو دیدن و به او خیره موندن. اونا شیفته سادگی و جذبه او شده بودن. امروز در مورد زیبای صورت سنگی سینمای ایران هدیه تهرانی براتون میگم. اگه دوست دارین که در مورد او بیشتر بدونین تا آخر ویدئو با من همراه باشین. داستان ورود هدیه تهرانی به دنیای سینما برمیگرده به یکی از روزهای دهه 70 شمسی. یه روز مثل بقیه روزا، هدیه که اون زمان دختر نوجوان و بی‌تجربه‌ای بود، همراه مادرش برای خرید به یه مغازه لوازم دکوری میره. در همون زمان و مکان محمد رضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان که کاملا تصادفی اونجا حضور داشتن، هدیه رو میبینن و از سادگی و جذبه‌اش حیرت زده میشن. حاجیان به سمتش میره و پیشنهاد بازی در فیلمی رو بهش میده، اما هدیه قبول نمیکنه. با این حال خانم حاجیان شماره مادر هدیه رو میگیره و بعدش هم بارها باهاشون تماس میگیره تا بالاخره هدیه رو راضی میکنه که برای گریم تست بده. اگرچه اون موقع شرایط فراهم نشد تا هدیه در اون فیلم بازی کنه، اما همون تست گریم کافی بود تا هدیه تهرانی به سینما راه پیدا کنه و اسمش رو در این عرصه ثبت کنه. برخلاف فامیلیش، هدیه در سال 51 توی خانواده اصیل گرگانی به دنیا اومد. پدرش رضا جوادیه تهرانی و مادرش که از گرگانی‌های اصیل بودن، بعد از ازدواج چند سالی تو تهران ساکن شدن. هدیه علاقش به هنر رو از پدرش که عاشق فیلم دیدن بود به ارث برده. محمد رضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان او رو در مغازه دیدن و برای فیلم روز واقعه معرفی کردند. هرچند مراحل گریم خیلی خوب پیش رفت، اما بنا به منابعی پدر نامزد خانم تهرانی در اون زمان با حضور او در این فیلم مخالفت کرد و این کار به سرانجام نرسید و لادن مستوفی جایگزین او شد. بعد از اون فیلم او برای فیلم بودن یا نبودن کیانوش عیاری انتخاب شد که بنا به دلایلی در اون فیلم هم نتونست حضور پیدا کنه و این نقش به مرحوم عسل بدیعی سپرده شد. و سرانجام در سال 75 هدیه تهرانی با فیلم سلطان به سینما معرفی شد که این فیلم نقطه عطفی در کارنامه هنری تهرانی بود. او با قراردادی 600 هزار تومانی وارد دنیای حرفه‌ای سینما شد و بازی طبیعی و واقع‌گرای او توجه منتقدان و مخاطبان را به خودش جلب کرد. و از اون به بعد هدیه تهرانی به عنوان اولین سوپر استار زن بعد از انقلاب در سینما شروع به درخشیدن کرد. بازی‌های ماندگار هدیه تهرانی در فیلم‌هایی مثل غریبانه، شوکران، پارتی، قرمز و چهارشنبه سوری او رو به یکی از نمادهای سینمای ایران تبدیل کرد. نقش‌آفرینی او در فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی یکی از به یاد موندنی ترین اجراهاش بود که برایش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره فیلم فجر و تندیس زرین جشن خونه سینما رو به ارمغان آورد. هدیه تهرانی به وسواس در انتخاب نقش‌ها شناخته شده است. در کمتر از یک دهه 17 فیلم سینمایی را در کارنامه خودش ثبت کرده. این دقت در انتخاب نقش‌ها او را به یکی از معتبرترین بازیگران سینمای ایران تبدیل کرده و با وجود پیشنهادهای فراوان، او تنها در تعداد محدودی از فیلم‌ها بازی کرده و همچنان با عملکردهای بی‌نظیرش می‌درخشد. اگه دوست دارین بدونین هدیه چه فعالیت‌های اجتماعی دیگه‌ای داره، لطفاً ویدئو رو لایک کنین و در ادامه ویدئو با من همراه بشین. کیه که ندونه هدیه تهرانی فقط یه بازیگر نیست. او دوستدار طبیعت و همیشه رابطه خاص با طبیعت داشته و از فعالان محیط زیست به حساب میاد. او به وسایل قدیمی علاقه داره و وقتی از دنیای بازیگری دوره به طراحی داخلی می‌پردازه. یه بخش دیگه از زندگی هدیه تهرانی عکاسیه.
اون گاهی اوقات نمایشگاه‌های از عکس‌های خودش برگزار می‌کنه. عکاسی برای هدیه یه علاقه جدیه و به همین خاطر از فرصت‌هاش برای ثبت لحظات استفاده می‌کنه. در سال 88 نمایشگاه عکسی به نام آبانگان در خونه هنرمندان برگزار کرد. با این حال نمایشگاه او با انتقاداتی هم مواجه شد و جلسه مطبوعاتی این نمایشگاه با واکنش تند خبرنگاران همراه بود، تا جایی که هدیه تهرانی با چشمانی گریان جلسه را ترک کرد. علاوه بر اینها هدیه مربی ورزش تای چی چوان هم هست و در سال 92 به عنوان نایب رئیس کمیته بانوان این ورزش منصوب شد، هرچند این انتخاب هم با اعتراض‌هایی روبرو شد. وقتی حرف از هدیه تهرانی میزنیم نمیتونیم به اتفاقات اجتماعی بیتوجه باشیم. روزهای پایانی سال 97 و فروردین 98 که سیل ویرانی‌های زیادی به بار آورد، هدیه جز اولین نفراتی بود که به مناطق سیل زده گلستان رفت و به مردم کمک کرد. حضورش توی این مناطق و کمک به هلال احمر نشون داد که چقدر این بازیگر به مردم اهمیت میده. با اینکه خانم تهرانی زندگی خصوصیش رو از بحث‌های حاشیه‌ای دور نگه می‌داره، اما حاشیه‌ها همیشه اونو دنبال می‌کنن. در سال 86 شایعاتی درباره ازدواج هدیه با هومن بهمنش، فیلمبردار مشهور، در رسانه‌ها منتشر شد که همون سال هم به جدایی ختم شد. اگرچه هیچ وقت این خبرها توسط خود ایشون تایید نشد. انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره ازدواج هدیه تهرانی با واکنش جالبی از سوی او همراه بود. در مقابل سوال یک خبرنگار که از او پرسید چرا هیچ واکنشی به این اخبار نشون نمیده، گفت انتظار دارید به این چیزها فکر کنم؟ برم دوره بیفتم و بگم چرا این حرفها رو میزنید؟ نمیتونم هر روز به این فکر کنم که این نشریات زرد سالی 8 بار منو شوهر میدن. شاید براتون جالب باشه که بدونین در عرصه تجاری هدیه تهرانی اولین ستاره ایرانی بود که عطر مخصوص به خودش رو به بازار عرضه کرد. این عطر نشون دهنده ویژگی های هدیه تهرانی بود. زنانه، با رایحه قوی، اغوا کننده و صمیمی، مطبوع و دلپذیر ولی حقیقی و ملموس. این عطر در سال 88 توسط برند فرانسوی لومانی و کمپانی فرانسوی روبرت به نام Love Forever تولید شد و به افتخار او به نام هدیه شناخته میشه. این کمپانی پیشتر عطرهایی به نام هنرپیشگان معروفی مثل آمیتاباچان و شاهرخ خان نیز تولید کرده. باید بپذیریم که هدیه تهرانی اولین سوپر استار زن بعد از انقلاب در سینمای ایرانه. با وجود اینکه او قد و بالای بلندی نداشت و چشمهاش رنگی نبود و مجالی برای عمل کردن بینیش نداشت، اما تونست بر پرده نقره‌ای با اون چهره سنگی و رفتارهای سرد پرغرورش بدرخشه. باید قبول کنیم که هدیه تهرانی با چهره خاص و بازی‌های متفاوتش تونسته جایگاه ویژه‌ای در سینمای ایران پیدا کنه. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای حمایت از ما، اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بگذارین. و برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد زنان نامدار و تاثیرگذار ایران و جهان، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب و زنگولش رو فعال کنین تا اولین کسی باشین که از ویدیوها مطلع میشین.